بامداد 27 دی ماه 1394 تهران فرودگاه مهرآباد. درست در لحظه تاریخی که چشم میلیون ها بیننده به صفحات تلویزیون دوخته شده بود تا اجرای شدن برجام به طور رسمی اعلام شود، اتفاق دیگری در حال وقوع بود. تبادلی تاریخی میان ایران و آمریکا، دشمنانی 37 ساله. ظاهرا کسی از جزئیات این مبادله اطلاعی ندارد، حتی رسانه های آمریکایی. انعکاس خبرهای برجام بهانه خوبی برای عدم توجه رسانه‌ها به این اتفاق بزرگ است. اما این هم یه ماجرا نیست. آمریکایی‌ها اصرار دارند این تبادل در سکوت کامل خبری انجام شود. این موضوع انقدر برای آنها اهمیت دارد که مقامات ایرانی را تهدید می‌کنند. اگر جزئیات معامله برملا شود، موگرینی دیگر از اجرایی شدن برجام سخن نخواهد گفت. یعنی برجام بی برجام. تنها چند ساعت بعد از انجام معامله، رسانه ها خبر مبادله 4 زندانی ایرانی تبار آمریکایی را با 7 ایرانی زندانی در آمریکا منتشر می کنند. اما کسی از جزئیات تبادل انجام شده چیز بیشتری نمی داند. حتی مقامات آمریکایی که در بزرگ نمایی دستاوردهای دیپلماتیک خود مهارتی افسانه‌ای دارند، ترجیح می‌دهند این بار از آنچه اتفاق افتاده است کمتر سخن بگویند. اما ماجرای این تبادل چیست؟ چرا آمریکایی‌ها مایل به افشای جزئیات آن نیستند؟ دهم دی ماه 1356، ایران، تهران. با آغاز حرکت انقلابی مردم ایران، جیمز ال کارتر، ملقب به جیمی کارتر، 39 رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، به ایران می آید تا با اعلام حمایت کامل آمریکا از محمد رضا پهلوی او را دلگرم کند. اما واقعیت آن بود که مردم ایران دیگر تصمیم خود را گرفته بودند. از بخت بد دموکرات‌های آمریکایی، انقلاب اسلامی مردم ایران زمانی رخ داد که زمام امور اجرایی ایالات متحده در دست آنها بود. اما آمریکایی‌ها پس از انقلاب هم دست از دخالت در امور داخلی ایران بر نداشتند. تا آنجا که در 13 آبان 1358 لانه جاسوسی آمریکایی‌ها که با پوشش سفارتخانه مشغول فعالیت بود، توسط دانشجویان پیرو خط امام تصرف شد. شما می‌بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌کنه. آمریکایی‌ها از تمام ابزارهای دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک برای آزادسازی گروگان‌های خود استفاده کردند. از تحریم و مسدود کردن اموال ایران گرفته تا عملیات نظامی. در واقع 14 ماه آخر دوره ریاست جمهوری کارتر به موضوع آزادسازی گروگان‌ها، آن هم به شیوه آمریکایی، اختصاص یافت. اما هرچه کارتر بیشتر تلاش می‌کرد، کمتر نتیجه می‌گرفت. حالا او در فاصله 2 ماه تا تحویل کاخ سفید به رقیب جمهوری خواهش رونالد ریگان به فکر بازگرداندن آبروی رفته خود بود، آن هم با تنها راه باقی مانده، یعنی مذاکره. اما سوی دیگر این مذاکره انقلابی هوشمندی نشسته که قواعد بازی را به خوبی می‌داند، امام خمینی. بالاخره مذاکره برای آزادی گروگان‌ها 36 ساعت پیش از اتمام قانونی دوره ریاست جمهوری کارتر نتیجه می‌دهد، اما هنوز از آزادی آنها خبری نیست. حالا ثانیه‌ها برای دموکرات‌ها حکم مرگ و زندگی را دارد. سرانجام روز مراسم تحلیب از راه می‌رسد. کارتر تنها 2 ساعت وقت دارد تا لااقل تصویر یک قهرمان شکست خورده را در ذهن مردم آمریکا حک کند. او در حالی آماده ترک کاخ سفید است که می‌داند گروگان‌ها در فرودگاه مهرآباد منتظر صدور اجازه پرواز از جانب ایران به سوی آمریکا هستند. اما کسی از نیت واقعی و آنچه انقلابیون ایران در سر داشتند اطلاعی نداشت.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully. سرانجام ریگان پس از برگزاری مراسم تحلیف رسما رئیس جمهوری آمریکا می شود. 20 دقیقه پس از سخنرانی ریگان، زمانی که کارتر سوار اتومبیل به سمت مزرعه بادام زمینی اش حرکت می کند، ماموران امنیتی به او خبر می دهند که گروگان های آمریکایی از فرودگاه مهرآباد پرواز کردند. اما دیگر دیر شده و ایرانیان علاوه بر تحقیر رئیس جمهوری آمریکا، حسرت دائمی این افتخار را بر دل او باقی می گذارند. حالا تجربه تلخ مبادله سال 1359 با ایران بیش از همه برای باراک اوبامای دموکرات، پنجمین رئیس جمهوری پس از کارتر، درس عبرت شده است. شاید به همین دلیل است که نمی‌خواهد جزئیات آنچه در 27 دی ماه 94 اتفاق افتاد رسانه‌ای شود. این حداقل تدبیر آمریکا برای کنترل اوضاع است. ماجرا از آنجا آغاز می شود که جمهوری اسلامی درست در روزی که قرار است اجرای شدن برجام اعلام شود، پیشنهاد آمریکایی ها برای مبادله تعدادی زندانی را قبول می کند. آن هم چند نفری که خود ایرانی ها مد نظر دارند. In a major diplomatic breakthrough today, the United States and Iran conducted a prisoner swap. از زمان دستگیری 4 تبعی آمریکایی به جرم جاسوسی در ایران، فشار آمریکایی ها برای آزادی آنها بی نتیجه مانده بود. مقامات آمریکایی بارها تاکید کرده بودند شرط ادامه یافتن مذاکرات با ایران آزادی همین آمریکایی های جاسوس است. در کنار مذاکرات هسته‌ای، دیپلمات‌های بلندپایه‌ای ما از جمله جان کری در هر جلسه برای آزادی آمریکایی‌ها به ایران فشار آوردند. اما وقتی از آزادیشان مایوس شدند، مذاکرات را ادامه دادند تا لااقل با نتیجه‌اش فشار افکار عمومی بر دولت آمریکا را کم کنند. اما پیچیدگی موضوع آنجا بود که جیسون رضاییان اصلی‌ترین سوژه این تبادل را بخش امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست کم 500 روز قبل تر از این ماجرا دستگیر کرده بود. این برای آمریکایی ها به این معنا بود که آزادی جیسون هم بخشی از بازی پیچیده نهادهای انقلابی جمهوری اسلامی ایران برای به چالش کشیدن آمریکایی هاست. درست همانند ماجرایی که برای کارتر بیش از 3 دهه قبل اتفاق افتاده بود. اما این همه نگرانی آمریکایی ها نبود. جمهوری اسلامی برای مبادله پیشنهاد گرانی داشت. آزادی 7 ایرانی زندانی در آمریکا، 1,700,000,000 دلار پول و خارج شدن اسامی 16 ایرانی که به بهانه نقض تحریم‌های ظالمانه در فهرست تعقیب قضایی آمریکا قرار گرفته بودند. اما این همه خواسته ایرانی ها نبود. خروج بانک سپاه از فهرست تحریم‌ها هم به خواسته های ایران اضافه شد. همه اینها در برابر آزادی تنها 4 تبعی آمریکایی. یک معامله برد باخت به نفع جمهوری اسلامی ایران و به زیان دولت آمریکا. نگرانی دموکرات‌ها بیشتر از آنجا بود که مبادا رقبای انتخاباتی اوباما با استدلال‌های حقوقی جزئیات این مبادله را در ایام انتخابات ریاست جمهوری آینده بر سر دولت مردان فعلی بکوبند. درست همانند آنچه بر سر کارتر آمد. اتفاقی که البته طبق پیشبینی ها به وقوع پیوست. اکثر جمهوری خواهان نامزد ریاست جمهوری آمریکا از آزادی زندانیان ایرانی انتقاد کردند. You notice that the Obama administration announces the good news and then hides the bad news? متوجه شدید دولت اوباما خبر خوب رو اعلام کرد اما خبر بد رو پنهان کرد. جزئیات هنوز کاملا مشخص نیست. 7 نفر که تحریما رو نقض کردن و به ایران برای توسعه برنامه اتمی کمک کردن از زندان آزاد شدن. همچنین ما موافقت کردیم که از تقریبا بیش از 10 نفر که قانون ما رو شکستن دست برداریم. وزارت خارجه آمریکا گفته حکم جلب پلیس بین الملل و اتهامات 14 ایرانی را لغو کرده، چون که بعید بود درخواست استرداد آنها به آمریکا عملی شود. یک عضو کنگره آمریکا از وزیر خارجه این کشور خواسته درباره پرداخت 1,700,000,000 دلار به ایران همزمان با مبادله زندانیان بین دو کشور توضیح دهد. اد رویس رئیس کمیته
روابط خارجی مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه در نامه‌ای به جان کری نوشته زمان دادن این پول به ایران و اطلاع ندادن به کنگره درباره آن بعضی ها را نگران کرده که این مبلغ عملاً باج به ایران بوده باشد. آمریکا دو هفته پیش این مبلغ را بابت اصل و سود 400 میلیون دلار از دارایی ایران که 35 سال پیش در آمریکا مسدود شده بود به ایران پرداخت. حقیقت ناراحت کننده دیگر برای دستگاه دیپلماسی آمریکا آن بود که این پیروزی بزرگ به نام سپاه، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تمام می‌شد و نه به عنوان موفقیت دیپلمات‌های آمریکایی در مرحله اجرایی برجام. می‌دونستند که ما زندانی‌ها رو آزاد نخواهیم کرد، چون ما نمی‌خواستیم هیچ کس این تصور رو بکنه که این دوتا به هم ربط و واقعا هم ربطی نداشت. دو مسیری بود که ما پیگیری کرده بودیم، اتفاقی همزمان پیش رفت. واقعا من اینو عرض میکنم با کمال صداقت، اتفاقی اتفاق افتاده بود. ماجرای مبلغ درخواستی ایران برمیگردد به ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی. آمریکا 400 میلیون دلار از دارایی های ایران که قرار بود به شکل محموله های سلاح تحویل ایران شود بلوکه میکند. حالا ایرانی ها در این مبادله تمام 400 میلیون دلار را به علاوه 1.3 میلیارد دلار بابت بهره تأخیر این چند ساله از آمریکایی‌ها طلب می‌کنند. بامداد 27 دی ماه 1394 فرودگاه مهرآباد. 400 میلیون دلار پول نقد با هواپیما به ایران منتقل می‌شود. کمی بعد هم بخشی از بهره تعهد شده به ایران پرداخت شد و دولت آمریکا متعهد شد تا ما بقیه پول ایران را هم پرداخت کنند. برای اولین بار پس از شروع مذاکرات ایران با آمریکا، اموال بلوکه شده ایران بدون اما و اگر و حتی وساطت بانک‌ها و سیستم‌های نظارتی در اختیارش قرار می‌گیرد، آن هم به صورت دلار. جالب آن که پیش از این دولت آمریکا سعی داشت دارایی‌های ایران را از طریق باز کردن اسناد اعتباری پرداخت کند و نه به صورت دلار. اما نگرانی‌های آمریکا تمام نشده است. نگرانی تازه آمریکایی‌ها به دلیل آزادی جیسون رضاییان بود. او که به جرم جاسوسی و تلاش برای هدفمند شدن تحریم‌های ایران دستگیر شده بود، حالا به راحتی آزاد می‌شود. به نظر آنها کاسه زیر نیم کاسه این ماجراست که شاید نتیجه‌اش بازی آمریکا در زمین بخش امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد. همه اینها حکایت از اتفاق پیچیده‌ای بود که تنها بخشی از آن برای رسانه‌ها برملا شد. یک پیروزی مسلم برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درست 4 روز بعد از دستگیری ملوانان آمریکایی در خلیج فارس. آن هم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان درباره تعهد طرف‌های غربی در برجام تردید دارند.